وقتی همه ی انسان‌های زمین نامیرا شدن و فقط آخرین انسان عادی زمین زنده مونده. گلاسیا سلام. امروز می‌خوایم با فیلم مستر نوبادی یا آقای هیچکس رو ببینیم. یکی از فیلم‌هایی که واقعاً ذهن آدمو به فنا میده. قطعاً بار اول ببینیدش متوجهش نمیشید و خلاصه که خیلی حرفای زیادی در مورد این فیلم زده میشه. برای همین حتما تحلیل آخرش رو گوش بکنید چون حرفای مهمی در موردش می‌خوایم بزنیم. بریم فیلمو ببینیم. حواستون به اسپول کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به سال 2092 میریم. آدم ها به تکنولوژی دست پیدا کردن که دیگه جونشون رو از دست نمیدن و حتی میتونن آدم های دیگر رو بسازن. آخرین آدم عادی هم که رو زمین مونده اسمش نموه و 118 سالشه. برای انسان های جدید خیلی این عجیبه که چرا این آدم از همین تکنولوژی استفاده نمیکنه که تا ابد زنده بمونه، ولی خب انتخابش اینه که به صورت عادی بمیره. خیلی ها حتی شرط بندی میکنن که این هفته دیگه کارش تمومه، ولی خب همچنان نمو زنده مونده. اینم بگم تو این پیشرفتی که اتفاق افتاده یه چیز مهمم از دست رفته. آدم ها دیگه چیزی به اسم رابطه جنسی یا تولید مثل ندارن، به خاطر اینکه همه آدم ها به صورت روباتیک ساخته میشن. این خب یه معنی دیگه هم داره، آدم ها دیگه عشق و تجربه نمی کنن. نمو هم توی یه دونه شرکت خیلی بزرگ نگهداری میشه و دارن در موردش تحقیق میکنن. از یه طرف هم یه روانشناس میاد پیشش تا در مورد گذشتهش چیزی به دست بیاره، به خاطر اینکه نمو دیگه هیچ خاطره ای تو ذهنش نیست. این روانشناس میخواد با استفاده از هیپنوتیزم این کارو براش انجام بده. موفق هم میشه و یه لحظه نمو یه خاطره حتی از قبل تولدش به یاد میاره و سریع ازش میاد بیرون. وقتی توی اتاقش تنهاست یه گزارشگر میاد پیشش و میخواد باهاش مصاحبه ای انجام بده و نمو تصمیم میگیره که تمام حقایقی در مورد گذشتهش به یاد آورده رو باهاش در میون بذاره. شروع به صحبت میکنه و اول از همه میگه همه آدم ها قبل از تولد زندگیشون رو انتخاب میکنن. من یادم قبل تولد تو بهشت بودم. همه بچه ها زندگی های رو زمین رو میدیدیم و انتخاب میکردیم که میخوایم با کی زندگی بکنیم. منم مادرم رو به خاطر اینکه بوی خیلی خوب میداد انتخاب کردم، ولی قبل از اینکه بفرستنمون روی زمین یه فرشته میومد و دست روی لبمون میذاشت. این باعث میشد تمام چیزهایی که تا الان دیدیم و فراموش کنیم و به عنوان یه بچه تازه متولد بشیم. اما این فرشته یادش رفت این کارو با من انجام بده و برا همینم نه تنها همه چیز قبل زندگیمو یادمه، بلکه میتونستم تو زندگی‌های دیگه هم سفر بکنم، بفهمم که اگر یه زندگی دیگه رو انتخاب می‌کردم آینده‌م چه جوری می‌شد. بعدم میگه به خاطر همین قضیه و اتفاق‌هایی که افتاده من تمام گذشته‌هایی که میتونستم داشته باشمو به یاد میارم، ولی به خاطر آلزایمر که گرفتم نمیدونم کدومشون واقعیه. پس می‌خوام همه‌شون رو برات تعریف کنم. دوباره شروع به تعریف خاطره می‌کنه و میگه وقتی 9 سالم بود در مورد اون فرشته فراموشی و زندگی قبل از تولد به مادرم گفتم، ولی خب باورم نکرد و میگفت کمتر توهم بزن و بازی کن. منم بهش گفتم که همین امروز پدرمو قراره تصادف کنه و به یه نفر بزنه که جونشو از دست میده، ولی خب مادرم باور نکرد، اما این اتفاق واقعا افتاد. حالا صحبتی از یه دانشمندو میشنویم. در مورد شروع دنیا صحبت میکنه و انفجار بیگ بنگ رو توضیح میده. بعدم میگه انفجار بیگ بنگ باعث شد 4 تا بُعد به وجود بیان. طول و عرض و ارتفاع که خب همه میدونن، ولی بُعد 4م بُعد زمان بود. بودی که فقط به جلو حرکت میکنه و برای همین هیچ کس نمیتونه برگرده به عقب تا آیندهشو تغییر بده. فقط میتونن آدم ها گذشتهشون رو ببینن، نه آینده رو. این خب یه چیز خیلی مهمه. ما فهمیدیم که نمو تونسته آینده رو پیش بینی کنه و تصادف باباش رو از قبل ببینه. این یعنی که اگه واقعا بتونی آینده رو ببینی، پس زمانو میتونی برعکسش کنی. میتونی به جای اینکه به جلو بری، برگردی به عقب و گذشتهتو تغییر بدی. اینو فعلا داشته باشید، برای آخر فیلم نیازه. نمو دوباره خاطره تعریف میکنه. میگه وقتی که یکم بزرگتر شدم یه روز دنبال مامانم رفتم که رفت وسط یه جنگل و دیدم که با یه نفر به پدرم خیانت میکنه. در آخر پدرم این قضیه رو فهمید و خب یه دعوای بزرگ شکل گرفت. در آخرم از همدیگه که خواستن جدا بشن. یه لحظه بود که کنار یه قطار وایساده بودیم و پدر و مادرم گفتن که باید انتخاب کنم با کدومشون زندگی بکنم. حالا نمو میخواد چند تا گذشته مختلف رو تعریف کنه. اولیش اینه که انتخاب میکنه با مادرش بره و سوار قطار میشه. بعدم به یه شهر دیگه میرن و خب زندگیشون رو شروع میکنن. نمو یه نوجوان میشه و حالا به خاطر اتفاقی که تو زندگیش افتاده خیلی آدم سرکش و یاغی و مدام در حال دعوا یا بحث با مادرشه. مخصوصا که مادرش با مردی به اسم هری توی رابطه است و خب نمو از این مرد اصلا خوشش نمیاد و مدام میخواد اونو از خونه بیرون کنتش، اما موفق نمیشه. از اون طرف پدرش هم که تنها زندگی میکرده یه تصادفی میکنه و فلج میشه. نمو توی مدرسه از دختری به اسم آنا خیلی خوشش اومد و کاملا مشخصه که عاشقش شده. یه روز که تمام بچهای مدرسه رفتن لب دریا، آنا میاد پیش نمو و ازش میپرسه که دوست داری شنا کنیم و خب انگاری میخواد که بحث با نمو باز کنه. نمو با بی ادبی جواب میده من با آدمای احمق دوست ندارم شنا کنم و خب آنا هم بهش برمیخوره و اونجا دور
دور میشه. 20 سال میگذره. حالا نمو بزرگ شده و یه کارمنده. یه روز تو ایستگاه قطار اتفاقی دوباره آنا رو میبینه. آنا که حالا 2 تا بچه داره و زندگی خودش رو شروع کرده. وقتی از کنار هم رد میشن، همین لحظه نمو پشیمون میشه و خیلی به هم میریزه که چرا اون لحظه با آنا بد صحبت کرد. همین پشیمونیش هم باعث میشه چشماشو ببنده و وقتی بازشون میکنه، دوباره کنار ساحله. 20 سال قبل. آنا میاد پیشش و این بار نمو به جای اینکه بی ادبی کنه، خیلی مؤدبانه میگه که دوست دارم با آشنا کنم ولی بلد نیستم. آن هم به جای اینکه مسخرهش کنه میشینه کنارش و خیلی باهاش صحبت میکنه و این میشه شروع دوستیشون. یه روز که نمو توی خونشونه، مادرش میاد پیشش و میگه من و دوست پسرم هری تصمیم گرفتیم با هم دیگه زندگی کنیم. همین لحظه هری میاد داخل و میفهمیم که یه دخترم داره. دخترش کیه؟ آنا. یعنی در اصل اگه این دو نفر ازدواج بکنن، آنا و نمو خواهر برادر ناتنی همن و خب واقعا هم همدیگه خوششون میاد و این خیلی عجیبه. از الان باید خیلی خودشونو کنترل کنن، ولی علاقهشون بیش از حد و برای همینم هم کم کم شروع به رابطه با همدیگه میکنن. در آخرم پدر و مادرشون متوجه این قضیه میشن و برای اینکه رابطه این دو نفر تموم شه، تصمیم میگیرن خودشون هم با همدیگه کات کنن. نمو و آنا خیلی از این قضیه عصبانی ان و هر دو گریه میکنن. آنا قبل اینکه ازش جدا بشه بهش میگه که قول بده هر یک شنبه بری به فانوس دریایی که با هم قرار میذاشیم، اونجا بشین تا یه روز بیام و دوباره همدیگه رو ببینیم. و خب نمو هم بهش این قول میده. بعد جدایشون هم آنا و پدرش برای همیشه از این شهر میرن. نمو طبق قولی که داده هر یک شنبه به همون فانوس دریایی میره، ولی خب خبری از آنا نیست. از اون طرف هم میفهمیم که آنا همیشه برای نمو نامه مینویسه، اما مادر نمو اونا رو پاره میکنه و به دست نمو نمیرسونتشون. مشخص رابطه نمو و مادرش هم اصلا خوب نیست و مدام دعوا دارن. حالا دوباره 20 سال میگذره. این بار نمو یه کارمند شیک پوش نیست، یه جوونه که کارش تمیز کردن استخر خونه مردمه. دلیل اینکه این کارم انجام میده اینه که میدونه آنا عاشق شناس و امیدواره که یه روز بره استخر خونه آنا رو تمیز کنه و دوباره همو ببینن. عشق یعنی. یه روز که تو ایستگاه قطاره دقیقاً مثل همون سری که کارمند بود دوباره آنا رو میبینه. منتها این بار آنا ازدواج نکرده، یه آدم خیلی تنهاه و وقتی با هم روبرو میشن انگاری زمان وامیسته. دیگه هیچ چیز براش مهم نیست و فقط نگاهشون قفل همه. به هم نزدیک میشن و بدون توجه به هیچ چیز همو تو آغوش میگیرن و همدیگه همون لحظه میگن چقدر دلشون برای همدیگه تنگ شده و میرن یه جایی صحبت کنن. آنا میگه که من بعد تو قول دادم عاشق هیچ کسی نشم. هیچ وقت به کس دیگه وابسته نشدم و کلن تنهایی زندگی کردم. نمو هم میگه که چقدر بهش فکر میکرده و مدام میرفته به همون فانوس دریایی تا همدیگر رو ببینن. اما اینجا یه اتفاق بدم افتاده. آنا میگه من دیگه نمیتونم مثل قبل عاشقت بشم. اتفاقی که افتاد باعث شده من بترسم بقیه رو از دست بدم. انقدری دوستت دارم که میترسم اگه باز عاشقت شم از دستت بدم و زندگیم به فنا بره. بعدم هم دور میشن و آنا قبل اینکه بره شمارش رو به نمو میده و بهش میگه که بهم زنگ بزن تا قرار بذاریم پس فردا بیایم به همون فانوس دریایی و دوباره مثل قبل همو ببینیم. نمو هم خیلی خوشحال میشه و قبول میکنه، اما به محض اینکه هم دور میشن یه دفعه یه قطره بارون میریزه روی برگه‌ای که دست نموه و شماره آنا محو میشه. همین هم باعث میشه که نتونه به ایش زنگ بزنه و از اون روز دوباره هر باری که میره دم فانوس دریایی آنا رو نمیبینه. نمو دوباره تعریف میکنه که اگر اون روز قطره بارون روی کاغذم نمیریخت زندگیم عوض میشد. حالا دوباره آینده ای رو نشون میده که اون شماره پاک نشده. هر دو به فانوس دریایی میرن، تصمیم میگیرن دوباره رابطهشون رو شروع کنن و خب این دفعه با هم ازدواج میکنن. یه زندگی خوب، نمو یه کار خیلی خوب پیدا کرده و همه چیز اوکیه تا اینکه یه روز از سر کار میخواد بره خونه. وسط راه یه دونه پرنده میبینه، فرمونو میچرخونه و یه تصادف بد میکنه و میوفه توی دریاچه. همون لحظه هم جونشو از دست میده. نموی پیر میگه که ولی زندگی من میتونست جور دیگه پیش بره. حالا برمیگره به بچگیش، اونجایی که باید بین پدر و مادرش انتخاب میکرد تا با کدوم زندگی کنه. این دفعه تصمیم میگیره بره پیش پدرش. یه چیزایی خب تغییر نمیکنن، مثلا دوباره پدرش تصرف میکنه و بازم فرج میشه. منتها این بار چون نمو داره باهاش زندگی میکنه، مسئول نگهداری از اونه. مدام بهش میرسه، حتی اونو حموم میبره و برای همینم مجبور میشه در حالی که میره مدرسه یه کارم تو فروشگاه پیدا کنه. به هر حال باید خرج زندگی هم بده. علاوه بر اینا علاقه زیادی به داستان نویسی هم داره و داره یه رمان می‌نویسه در مورد سفر به سیاره مریخ. یه روز که توی مهمونی رفتن و تمام بچهای مدرسه‌شون اونجان، با دختری به اسم آلیس آشنا میشه و با نگاه بهش یه دل نه صد دل عاشقش میشه. دوتایی تو حیات تنهان و آلیس میگه که با هم حرف بزن، اما نمو خب چون همش تو خونه بوده خیلی خجالتیه و نمیدونه چی بگه. آلیس قرار ازش دور بشه که یه دفعه نمو میگه بیا در مورد علم صحبت کنیم. شروع به حرف زدن در مورد سفر به مریخ و راه رفتن تو اونجا میکنه.
آلیس هم کنجکاو میشه و میگه قول بده اگه رفتیم مریخ و اگه من جونم رو از دست داده بودم خاکسترمو توی مریخ پخشش کنی. با هم صمیمی‌تر شدن و یه روز نمو میره دم خونه آلیس تا بهش بگه که ازش خوشش اومده. اما میبینه که این دختر با دوست پسر قدیمی خودش استفانو داره صحبت میکنه و انگار خیلی از اون خوشش میاد. نمو که دلش شکسته با موتورش گاز میده و اونجا دور میشه و به خاطر سرعت بالا یه رفعه تصادف میکنه. با این تصادف میره توی کما. به یاد میاره که توی کماست و همه چیزو حس میکنه. اینکه به دیدنش میان. حتی پدر و مادرش وقتی که به دیدنش اومدن تصمیم میگیرن با همدیگه به رابطه برگردن و دوباره ازدواج بکنن. همه اینا رو میبینه اما نمیتونه هیچ حرکتی بکنه. توی ذهنش هم مدام داره رمان نویسشو به یاد میاره و در آخر موفق میشه فقط یکی از انگشتاشو تکون بده. دوباره زمان برمیگرده به عقب و نموی پیر میگه ولی زندگی باز میتونه جور دیگه‌ای پیش بره. این بار وقتی میره دم خونه آلیس و میبینه که با دوست پسرش استفانو دارن صحبت میکنن فرار نمیکنه. بعد رفتن استفانو میره جلوی آلیس و بهش میگه که من واقعا عاشقتم و نمیتونم بدون تو زندگی کنم. آلیس هم میگه میدونم چه حسی داری. همین حسو من به استفانو دارم و متاسفانه نمیتونم تو رو دوست داشته باشم. دل نمو باز شکسته اما این بار تصادف نمیکنه. بعد مدتی میگه که من قول میدم اگر توی مهمونی آخر سال مدرسه یه دختر بیاد و با هم برقصه عاشقشم و باهاش ازدواج کنم. دیگه نمیخوام انقدر زندگیمو الکی بگذرونم. همین اتفاق هم میفته. توی مهمونی آخر سال دختری به اسم جین میاد سمتش و با هم میرقصن. انگار این دفعه همه چیز داره خوب پیش میره. نمو واقعا با جین ازدواج میکنه. به خاطر ثروت خانوادگی اون خیلی پولدار شدن و یه خونه خیلی شیک هم دارن. دو تا بچه هم دارن که الان نوجوان شدن. اما یه چیزی باز درست نیست. نمو انگار واقعا عاشق جین نیستش. از اون طرف هم زندگیش خیلی نواخته و خسته کننده شده. تصمیم میگیره که زندگیش رو تغییر بده. یه سکه برمیداره و یه نامه مینویسه که تمام دارایی‌هاش رو به همسرش جین و بچه‌هاش میبخشه. انگار دیگه هیچ چیزی برای خودش نیست. با سکه‌ای که برداشته از خونه خارج میشه و راه رو در پیش میگیره. تصمیمش هم اینه که از این به بعد تمام انتخاب‌های زندگیشو به شانس بسپاره. اینکه یه شیر یا خط بکنه و هر کدوم درست اومد با همون تصمیم راهشو بره. به فرودگاه میره و با شیر یا خط بلیط یه شهر رو تهیه میکنه. وقتی به مقصد میرسه یه راننده رو میبینه که اسم کسی به اسم آقای جونز رو دستش گرفته. یه شیر یا خط دیگه میندازه و تصمیم میگیره که خودشو به عنوان آقای جونز جا بزنه. خیلی هم اتفاقا شانس میاره به خاطر اینکه این راننده اونو به یه هتل شیک میبره و خیلی داره بهش خوش میگذره. آخر شب داره تو همون خودش رو تمیز میکنه که یه رفعه مرد ناشناسی با اسلحه میاد داخل. بهش شلیک میکنه و جونش رو در لحظه میگیره. این مرد ناشناس که یه همکارم داره وظیفه‌شون این بوده تا جون آقای جونز رو بگیرن و خب نمو خودش رو جای اونجا زده بود. نمو یه پیر میگه ولی زندگی جور دیگه‌ای میتونست پیش بره. دوباره زمان برمیگره به لحظه‌ای که رفته بود دم خونه آلیس و اونو با دوست پسرش دیده بود. این بار عقب نمیکشه. وقتی که آلیس میگه عاشق استفانوئه، نمو توضیح میده که من میتونم خوشبختت کنم. اون لیاقت تو رو نداره و انقدر باش حرف میزنه تا آلیس قانع میشه و اونو میبوسه. چند سال میگذره، همین دو نفر با هم ازدواج میکنن. وقتی که میخوان به ماه عسلشون برن، یه دفعه اتفاق بدی میفته. یه تصادف رخ میده و به خاطر انفجار آلیس جونش رو از دست میده. نمو هم به خاطر قولی که به آلیس داده بود اونو میسوزونه، خاکسترش رو برمیداره و درس بخونه تا بتونه یه فضانورد بشه. بالاخره موفق میشه که به مریخ بره و خاکسترهای آلیس رو اونجا رها میکنه. بعدم به سفینه فضایی که توش کار میکنه برمیگرده و میبینه که آنا هم اینجا کار میکنه. انگار دوباره قراره همون ببینن و عاشق شن. اما یه اتفاق بعد دیگه میفته و به خاطر برخورد یه شهاب سنگ سفینه منفجر میشه. نموی پیر به خبرنگار میگه گذشته جور دیگه میتونست پیش بره. این بار بعد ازدواجش با آلیس دیگه تصادفی رخ نمیده. زندگیشون رو شروع میکنن و 3 تا بچه هم هم دیگه دارن. همه چیز خوبه اما خب آلیس افسرده است. انگاری هیچ وقت نتونسته عشق زندگیش استفانو رو فراموش بکنه. مدام با همسرش نمو تو دعواست و همش فکرش پیش استفانوه. در آخر هم شوهرش نمو و بچه‌ها رو تنها میذاره تا بره و دنبال استفانو بگرده. بازم نمو پیر میگه ولی یه جور دیگه هم میتونست پیش بره. این بار خود جوونش رو میبینه که توی شهر خیلی عجیب غریبه. انگاری همه چیز تکنولوژی و رباتیکه. نمو جوون یه سری سرنخ دور براش میبینه. چیزهایی که انگاری توی بازی کامپیوتریه و دارن بهش میگن که چیکار بکنه. یه شماره نوشته که باهاش تماس بگیر، یه سری آدرسه و همه اینها نمو رو به یه خونه خرابه میرسونن. وقتی میره داخل یه تلویزیون جلوش روشن میشه و تصویر نموی پیر توش داره به نمایش در میاد. نموی پیر برای نموی جوون میگه که توی این خط زمانی که الان داری میبینی تو اصلا به دنیا نیومدی. برای همینم میتونی تمام گذشته و آینده رو همزمان ببینی. تو الان مثل همون بچه‌هایی هست که متولد نشدن. برای همینم چون برات بعد زمان وجود نداره از آخر به اول داری میری.
اگر بتونی تا تاریخ 12 فوریه سال 2092 ساعت 5:50 صبح زنده بمونی، اون موقع همه چیز درست میشه. میایم به زمان حال، همون جایی که نمو پیر داره با گزارشگر صحبت میکنه. گزارشگرم مثل من و شما مغزش ترکیده، میگه اصلا نمیفهمم که اینا که گفتی یعنی چی، کدوم اینا گذشته واقعی تو بودن، چجوری زندگی کردی؟ نمو پیر میگه که همه اینها واقعی بودن، همه اینها میتونستن اتفاق بیفتن اگر من راهشون رو میرفتم. گزارشگری که گیج شده میگه تو خط آخر داستانی که گفتی تو اصلا متولد نشده بودی، پس چجوری میتونی وجود داشته باشی اگه به دنیا نیومدی؟ آدم ها با تولد به وجود میان. نمو میگه که تو اصلا همین الان از کجا میدونی وجود داری؟ حقیقت اینه که نه من نه تو وجود نداریم. یه دفعه زمان برمیگرده عقب به همون لحظه‌ای که نمو میخواست بین پدر و مادرش انتخاب بکنه. میفهمیم تمام این آینده‌ای که الان دیدیم و پیر شده بود توی ذهنش داشتن میگذشتن. توی ذهن این نمو خیلی کوچیک که فقط داشته فکر میکرده اگر با پدرش بره چه اتفاقی میفته و اگه با مادرش بره چی میشه. این بار تصمیم دیگه ای میگیره، نه با اون میره نه با این یکی. یه دفعه راه جنگل در پیش میگیره و از جفتشون فرار میکنه. نمو انتخابش اینه که هیچ انتخابی انجام نده. دوباره نمو پیر و گزارشگر رو میبینیم که نمو داره بهش میگه هیچ کلوم اینا وجود ندارن، حتی تو حقیقت نداری، من فقط اینا رو ساخته بودم تا بتونم درست انتخاب بکنم. لحظه آخر لحظه ایه که نموی پیر واقعا داره از بین میره و توی بستر مرگشه. برای آخرین بار اسم آنا رو به زبون میاره و لبخند میزنه. دوباره برمیگردیم به گذشته و بعد از اینکه نمو از پدر و مادرش جدا میشه و تو جنگل میره، پاش روی برگ میره که میبینیم اون برگ بعدها روی پای آنا میفته و انگاری اتفاقی باز همدیگر رو میبینن و عاشق هم میشن. در آخر هم با همدیگه ازدواج میکنن. نمو پیر توی بستر مرگشه و نگاهش به ساعت میفته که 5:50 سال 2092 رو نشون میده، همون چیزی که توی یکی از اون خطای داستانیش داشت به خود متولد نشدهش میگفت. وقتی که زمان به همین لحظه میرسه، یه رفعه همه چیز از آخر به اول برمیگرده، انگار این تاریخ قرار بوده زمان رو برعکسش بکنه. اینجا خیلی حرف مهمی زده میشه. نمو داره میگه که اگر خط درست رو انتخاب بکنید و عاشق بشید، لحظه مرگتون که لحظه مرگ نمو همون 5:50 بود، همه چیز به عقب برمیگرده و توی اون لحظه‌ای که بیشتر از همه خوشحال بودید، زندگیتون تا ابد ادامه پیدا میکنه. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. خود من بار اولی که فیلمو دیدم گفتم این دیگه چه سمی بود، اصلا تو ذهنم نمیگنجید که چی شد، الان چی درسته، کدوم گذشته حقیقته، اصلا چی باعث شده که مستر نوبادی به همچین جایی برسه. اما خب رفتم نقدشو خوندم، مخصوصا برای اینکه میخواستم این ویدیو رو بسازم تا بتونم درست بهتون انتقال بدم. اولا که تمام گذشته هایی که دیدیم توی تخیلات این مرد بودن. حرف اصلی فیلم در مورد تصمیمات انسان هاست. هر آدمی تو زندگیش با تصمیم های مختلفی روبرو میشه، باید انتخاب بکنه که چه راهی رو بره و همین راهی که انتخاب بکنی تمام آینده تو رو شکل میده. ممکنه خیلی هم انتخابش کوچیک باشه، ممکنه مثلا بین دوتا مدرسه مونده باشی که بری تو اون مدرسه درس خونی یا اون یکی، و همین این تمام آینده تو تا زمان مرگت رو برات پیش بینی بکنه. فیلم هم میخواد همین رو بگه. برای شخصیت اصلی ما چه زمانی اتفاق افتاد؟ لحظه‌ای که پدر و مادرش می‌خواستن جدا بشن. اگه دقت کرده باشی تمام این لایف لاین‌ها یا خط‌های زندگی طرف از این مبدأ شروع می‌شد. اون لحظه‌ای که باید تصمیم می‌گرفت با پدرش بمونه یا مادرش، و بعد دیگه همه چیز تغییر می‌کرد. خب دیگه همه هم می‌دونن که واقعاً چیز خیلی سختیه. امیدوارم برای هیچ کسی پیش نیاد، ولی اگر کسی تجربه کرده باشدش می‌دونه چقدر دردناکه که انتخاب کنی با پدرت بمونی یا مادرت. و تمام اینا از اینجا شروع می‌شد. همه چیزهایی که مستر نوبادی داشت زمان مرگش میگفت، چیزهایی بود که اون لحظه انتخاب تو سرش اومده بود. اون پسر کوچیک تو ذهنش آورده بود که من اگه با مادرم برم اینطوری میشه، این اتفاقا میفته، و همه این خطای زندگی رو تو ذهنش یه بار دیده بود تا بتونه انتخاب درست رو بکنه، چه با پدرش چه با مادرش. و اون آخر دیدیم که یه رفیق تصمیم گرفت راه خودش رو جدا بره. این به معنی این نیستش که بچه واقعا نره با هیچ کدوم زندگی کنه، این یه استعاره است از اینکه تصمیم میگیره فرقی نمیکنه با کدوم اینا بره، باید راه خودش رو ادامه بده. و دقیقاً توی همین خط زندگی هم است که وقتی میدوه وسط جنگل، پاش به یه دونه برگ میخوره که از کنارش رد میشه و میبینیم که اون برگ رو پای آنا فرود میادش، برگی که یعنی باعث میشه به اون آخرین لحظه فیلم برسه، جایی که دید آنا اومد توی همون فانوس دریایی همو تو آغوش گرفته. یعنی تصمیم گرفت که یه جوری زندگی کنه چه با پدر چه با مادر تا در آخر به این برسه. آنا عشق زندگیش بود، هدف نهاییش بود و تنها چیزی بود که میخواست توی تمام این تصمیم ها به دست بیارتش، و دیدیم که همیشه هم تو ذهنش مونده بود، حتی لحظه مرگش آخرین کلمه‌ای که گفت اسم آنا بود. در کل همونطوری که گفتم
میکنم تمام اینها توهم های این مردن، فقط داره توضیح میده که چرا اون لحظه انقدر طول کشید انتخابم بکنم که با پدرم برم یا مادرم. داشتم به همه اینا فکر میکردم که در آخرم فهمیدم چه راهی درسته. خیلی نکته قشنگی داره فیلم ما یاد میده، اینکه باید ما به مسیرمون مقید باشیم. درسته که شاید تصمیمای اشتباه بگیریم، فرقی نمیکنه که کدوم راهو انتخاب بکنیم. خود این شخص دقیقاً حرفش همین بود، هیچ راه درستی وجود نداره. هر آینده‌ای رو که تو ذهنش میگذرون به هر چی که فکر میکرد میرید آخرش یه جوری تموم میشه که خوب نیست، قرار نیست همیشه خوشحال بشه و با این کنار اومد و تصمیم خودش رو گرفت. اینو باید همه ما تو زندگیمون پیاده بکنیمش. مهم نیست که چقدر تصمیم سخته، چقدر مهمه که کدوم راهو بری، مهم اینه که بدونی هیچ راه کاملا درستی وجود نداره. تو قرار سختیاتو ببینی، قرار خیلی چیزا اشتباه پیش برن، قرار همیشه همه چیز به هم بریزه، ولی تو باید تو راهی که انتخاب کنی بمونی، بهش مقید باشی، بهش متعهد باشی تا بتونی به اون رستگاری نهاییت برسی و با لبخند جونتو از دست بدی. یه درس خیلی مهم که واقعا یه نابغه فهمیتونه بسازدش، به نظر من که از این فیلمایی هستش که تا سالها تو ذهنتون میمونه. راهی که انتخاب میکنیم قرار نیست که هر وقت خواستیم تغییرش بدیم، با اینکه یه وقت این کار شدنیه، ولی به هر حال در نهایت باید همون راهتو ادامه بدی، نمیتونی کاملا برگردی از اول. سن تو این راه داره از دست میره، منابع مالی، پدر، مادر، هر کس دور و برتر داره یه جوری از دست میدیشون، پس باید تا آخرش بری. ببخشید زیاد حرف زدم، خواستم محتوای فیلمو درست فقط بفهمیم، چون خود منم زیاد تو مخم جا نیافتاده بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهادتون رو بنویسید، جواب یکی از دوستانم بدم. نمیدونم، فکر کنم جواب کامنتاشو نمیکنه، من همیشه مینویسم. داداش نوشتی که روز پس از فردا رو فکر کنم بذاری، همچین چیزی بود اسم فیلمش. گفتم من ندیدمش حقیقتا، اینطوری نیست توجه نکنم. من خیلی بچه ها پیشنهاد میذارن، 50% رو میذارم، 50% خودم ندیدم همه فیلم های دنیا رو که نمیتونم تماشا کرده باشم. باید تو اولین فرصت نگاه کنم. چشم، حتما خلاصش رو میذارم. دیدم ناراحت شده توی یکی از پست‌های آخر، فکر کنم نمیخونده جوابشو دیگه. ببخشید اگر که فکر بدی کردی، ولی من واقعا به همتون اهمیت میدم و سعی میکنم پیشنهاداتون رو اجرا کنم. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.